جلیل روشندل استاد روابط بین الملل از سیاتل با ما همراه شدن. وقتتون بخیر. آقای روشندل، بعد از علی اکبر صالحی الان کمال خرازی هم داره تهدید میکنه که اگه لازم باشه بمب اتم میسازیم. این تهدید در تهران در حال تکراره. منظور جمهوری اسلامی چی از تکرار این تهدید؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. البته به همه این اظهارات که شما اشاره کردید باید دستاورد آخرین سفر آقای رافائل گروسی به تهران رو هم اضافه بکنیم که ایشون به هیچ وجه از برنامه اتمی ایران ابراز رضایت نداشتن، به خصوص بعد از اینکه از سفر برگشتن و ابراز نارضایتی کردن. نکته مهمی که در صحبت آقای کمال خرازی وجود داره با توجه به اینکه ایشون یک دوره وزیر خارجه ایران بودن و حالاش رئیس شورای راهبردی روابط خارجی هستن، در واقع این اظهارات میتونه به نوعی تعیین بکنه که رابطه خارجی ایران با کشورهای دیگر از جمله بر اساس اظهارات ایشون با اسرائیل چگونه خواهد بود و در واقع نشون میده اگر دیگران فقط صحبت از ظرفیت تولید بمب اتم کردن، ایشون برای بمب اتم کاربرد هم تعیین میکنه، یعنی اعلام میکنه که از سطح بازدارندگی که در سطح متعارف بوده خارج میشیم و تبدیل میشیم به یک کشور اتمی برای اینکه پاسخ بدیم به اسرائیل یا هر کشوری که بخواد لطمه بزنه به تأسیسات هسته‌ای ما. بنابراین این تهدیدها و این گفتارها حالا داره تکمیل میشه، اگرچه در شورای راهبردی روابط خارجی است و هنوز ما از مقامات اتمی ایران یا از مقامات نظامی که کاربرد تسلیحات اتمی رو احیانا ممکنه در دست داشته باشن خبری یا سخنی نشنیدیم با این صراحت، ولی به طور یقین یک چرخش مهمیه و نشون میده که همه اون شک و تردیدهایی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود داشته که در یک زمانی ممکن است تبدیل به اتمی بشه داره یک قدم نزدیکتر میشه به اون هدف نهایی. خب یعنی اثرات تکرار این تهدید در جامعه بین الملل به چه شکل خواهد بود؟ یعنی باعث تقویت موقعیت جمهوری اسلامی میشه؟ خود جمهوری اسلامی این رو در اون محدوده ایدئولوژیک خودش یک علامت قدرت و یا قدرت نمایی میدونه، ولی به طور یقین هیچ کشوری از اتمی شدن ایران خوشحال نخواهد بود، به سود نخواهد بود و به طور یقین یک عاملی رو ما باید در اینجا در نظر بگیریم که اتمی شدن ایران نه تنها برای کشورهای غرب و اعضای سازمان به اصطلاح انرژی هسته‌ای بین‌المللی یک پدیده نامطلوبی است، روسیه هم که از دوستای نزدیک ایران به حساب میاد خواهان اتمی شدن ایران نیست. همونطور که دیدیم که در طول این ماجرا، در ماجرای برجام و اون نزدیکی های جمهوری اسلامی با کشورهای مذاکره کننده، روسیه به نوعی عمل کرد که قضیه برجام خاتمه پیدا نکنه و حالا در مورد اتمی شدن هم باید یک همچین نظراتی رو یا واکنش هایی رو از روسیه دیده باشیم، ببینیم، شاهد خواهیم بود به طور یقین که مانع از اتمی شدن ایران بشه. البته جمهوری اسلامی شاید بتونه مواد لازم برای تولید یک یا چند بمب اتم رو در ظرف مدت کوتاهی، یعنی یک هفته، تولید بکنه، ولی برای اینکه این رو تبدیل به یک بمب یا کلاهک اتمی بکنه به نظر بعضی از کارشناسان تا حدود 2 سال وقت لازم داره، ولی همون مرحله اولش مرحله است که نه کشورهای غربی و نه دوست و شریک از دید ایران استراتژیکش یعنی روسیه خوشحال نخواهند بود و به طور یقین در کارش مداخلاتی خواهند کرد. ممنون. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل از سیاتل همراه مون.